در امثال 11:1-3 از تفسیریش براتون میخونم. میگه خداوند از تقلب و کلاهبرداری، میگه خداوند از تقلب و کلاهبرداری متنفر است، ولی درستکاری و صداقت را دوست دارد. تکبر باعث سرفکندگی میشود، پس دانا کسی هست که فروتن باشد. صداقت مرد درستکار راهنمای اوست، اما نادرستی شخص بدکار او را به نابودی میکشاند. یعنی من به هیچ وجه با یک نیت شهرت طلبی حتی تو کارهای خدمات خوبم نمیتونم از نگاه خدا درست باشم. اول باید فکر و ذهنم رو تقدیس کنم، بگم آنچه که میخوام انجام بدم خداوند را یک محبت حقیقیه، نمیخوام خودم رو نمایش بدم، نمیخوام بگم من اینجا هستم، بلکه میخوام بگم خداوند و محبت تو هست که داری در این مکان کار میکنه. سقراط نیز اعلام میکنه دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نخواهند گرفت. پس نتیجه ای که خدا میخواد از یک انسان بالغ روحانی داشته باشه نخواهد.